سلام دوستان وقتتون بخیر باشه طرح سیانت از کاربران شبکه اجتماعی طرحی که بحث پیرامونش خیلی زیاد بوده ما به درخواست شما دوستان تلاش کردیم در قالب یک مجموعه استوری که نمونهش رو می‌بینید به این بحث بپردازیم و اپامات رو پاسخ بدیم ولی با توجه به اینکه همچنان همچنان می‌بینم که دوستان تاکید دارن سوال دارن و میگن که توضیح بدید درباره این طرح وظیفه خودمون هست که یک ویدیو برایشون تهیه بکنیم در این ویدیو مفصل به این قضیه بپردازیم احساس می‌کنم نکاتی که در این ویدیو میگم برایشون جدید خواهد بود و درخواست این است که اگر احساس می‌کنید نکات نکات مهمی برای نمایندگان مجلس هم بفرستین نکته اول و نکته دوم می‌خوام بپردازیم این که خب ما یه سری آرزو داریم که می‌خوام این آرزو محقق بشه این آرزو از این طرح محقق میشه یا نه این چیزی که امروز با هم دیگه بررسی خواهیم کرد بخشی از نکاتی که میگم رو اگر دوستان استوری ها رو دنبال کردوشن قطعا میدونن و برایشون تازگی نداره جدید خواهد بود برایشون تازگی نداره تکراری خواهد بود و به نوعی قبلا در استوری ها دیدن من اینها رو برای دوستانی که در یوتیوب هستن در آپارات هستن وظیفه خودم میدم که مجددا بازخوانی بکنیم برگردیم به سال 2019 اتفاقاتی که در لبنان رخ میده ما در سال 2019 ناآرامی های در لبنان میبینیم این ناآرامی نارم... ها اوج میگیره مردم این کف خیابون ارتش ورود پیدا میکنه و در نهایت لبنان دچار خلق قدرت میشه کسی میدونی این ناآرامی ها از کجا شروع شد؟ آفرین درسته واتساپ اعتراضاتی به افزایش تعرفه روی واتساپ باعث شد که لبنان بره به سمت خلق قدرت برخلاف خیلی ها که فکر میکنن ورود به بحث شبکه اجتماعی و اظهار نظر کردن پیرامون این بحث و تغییر دادن برخی معلف ها در داخل این بحث خیلی برای مردم مهم نخواهد بود برعکس تجربه لبنان نشون میده که یک همچین بحثی به خصوص اگر درست برای مردم را جا نیفته میتونه یک کشور رو به سمت خلع قدرت هدایت بکنه اتفاقی که در لبنان رخ داد هنوز هم لبنانی‌ها نتونستن خودشون رو از این خلع قدرت نجات بدن درباره طرح سیانت از آره نماینده ها ما با یک ترهی رو هستیم که نکات بسیار خوبی درش وجود داره نکات بسیار خوب و فوق درش وجود داره اما ابهامات جدی هم در این طرح هست که پاسخی برش نیست و اینا توضیحاتی پیراموش ندارن من با این بحث کاری ندارم یه سوال میخوام پرسم چرا الان این بحث رو مطرح کردیم؟ سوال دیگه ما داریم میگیم بحث شبکه اجتماعی و بحث یه نمونهش واتساپ در لبنان یه کشور رو برد به سمت خلاقیت الان که تغییر به اصطلاح ریل گذاری دولت داره این بس انجام میشه چه بحث انجام دادید و چرا بهش ورود کردین بریم یه خورده عقبتر به ایام انتخابات میرسیم به همین سالی که مطرح کردم ما یک نماینده ای رو داریم در مجلس خودمون آیه تقیپور ایشون وزیر ارتباطات دولت آقای احمدی نژاد بوده در ایام انتخابات اصلاح طلب ها میگفتن که آقای رئیسی اگر پیروز میدان بشه دیوار میکشه و این سیرام فیلتر میکنه ما چی میگفتیم ما میگفتیم که مردم اینا دروغه بیاید تلاش کنید به از این دروغها ها فضا رو ترسیم بکنید ببینید به کی میخواید رأی بدید به دور از این دروغها این اصلا دروغه یک حرفی که داره میشه ایشون رو تخریب بکنه در همون بازی زمانی در حالی که ما تاکید میکنیم که این حرفا دروغه است آقای تقی با یک مصاحبه درباره طرح سیانت از طرح آر... از کاربران شبکه های اجتماعی در رسانه ها مطرح میشه اسمش رسانه ها این مصوبه رو ایشون میگیرن بعدش هم رسانه های اسلو طلب میان بیان 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 که مردم دیدید ما گفتیم اینا میخوان فیلتر بکنن این هم حرف آقای تقی نماینده مجلس و وزیر ارتباطات آقای احمدی داره همین رو میگه اینا میخوان برن به این سمت و هزینه این حرف رو هزینه این مصاحبه رو در اون بازی زمانی چه کسی داد آیا رئیسی دیگه آقای رئیسی که اصلا این داستانش نه ربطی داشت نه اصلا هیچ کجای بحث ایشون به تعریف میشد ولی ازش بهره برداری کردن برای زرد زدن به ایشون این اتفاق شبیه کی هست این اتفاق شبیه سال 1390 هست سال 1390 اصلاح طلب ها مثل همین امروز جریان قبلی ها مثل همین امروز انتخابات مجلس شما رو تحریم کردن یعنی چنه لیست ندادن یعنی انتخابات رو پرشور برگزار رو نکردن تلاشی نکردن که انتخابات داغ بشه میخواستن مشارکت بیاد پایین انتخابات رو تحریم کردن دو تا گروه جریان انقلابی اومدن رفتن داخل مجلس جبهه پایداری جبهه متحد اصولگرایان اونجا داخل مجلس اصلاح طلبای کاری کردند. فقط میرفتن از اینها دروره حجاب دو چرخ سواری زنان ورزشگاه رفتن زنان و امثال اینا مصاحبه میگرفتن بعد مصاحبه رو میمدن با ساب میدادن میگفتن آی چه نشسته ای که اینها نظرشون در روی گشت ارشاد چنین از سو چنان از سو اصلا خیلی نگران کننده صرفای از این دست این شما وقتی مصاحبه اینها رو میخوندید هر چقدر هم انقلابی ها زحمت میکشیدن در داخل کشور این حس به شما دست میداد که نه مثل اینکه گروه میمدن اینا میخوان آزادی رو از من بگیرن اینها آمدن این که نفس من رو از من بگیرن اتفاق که این روزها داره میفته و این این حرفا که داره زده میشه باز من داخل پنتز میگم فرض میگیرم تری که شما دارید یاد میدید بی‌نظیر ترین تر کل عالمه چقدر روی آگاه سازی مردم کار کردین چرا در آستانه انتخابات چرا در آستانه انتقال قدرت دارید روش کار میکنید چرا کسانی که از این تر حمایت کردن و کسانی که در شبکه های اجتماعی اسمشون پیرامون این تر داره مطرح میشه ابهاماتی پیرامونشون هست که اینها نفوزی های جریان بهاری هستن در درون جریان انقلابی اینا ابهام دیگه یه همچین آدمایی الان اومده یه تری رو مطرح کردن که این طرح خودش پر از ابهامه دقت کردین چی شد بدون اینکه در نظر بگیریم این تره خوبی است یا طرح بدی است اون نکته که باید بیشتر توجه داشته اینه که بدترین, ب... بدترین بازی زمانی برای مطرح کردن این تر در نظر گرفته شده و نکته دوم این که جریان قلبیاری داره یک حرکت و هوشمندانه ای انجام میده این تصویر نگاه بکنید تصویر دو چرخ سواری تصویر موتوسواری یک خانم هست روی صفحه اول روزنامه همشهری ببینید همه اتفاقاتی که میفته از طرح سیانت از آره سیانت از کاربران شبکه اجتماعی بگیرید تا برسیم به همین عکس ما همه اینا رو ایشون پیش بینی کرده بودیم گفتیم به محض اینکه جریان انقلابی پیروز انتخابات بشه اینها با مطالباتی در حوزه های اجتماعی میان چون اینا گزارش کار که ندارن که مردم هم دیگه به اینها اعتمادی ندارن اینها باید بیان یه کاری بکنن در شرایطی که تو داری تلاش میکنی کشورت رو آباد بکنی در شرایطی که جس جریان انقلابی اینه که میخوام بیام در بین مردم باشم اینا باید کارهایی بکنن که مردم احساس بکنن آزادی اجتماعی داره ازشون گرفته میشه همه اینها رو ما گفتیم من یه مثال مرتون زدم گفتم شهرداری تهران رفته در تمامی معابر تهران فضایی رو به وجود آورده برای دو چرخ سواری شهروندان شما یه نفر تا الان دیدی در این فضایی که اخیرا حالا قبلیش کاری ندارم در این فضایی که اخیرا به خصوص در جنوب شهر تهران اینا اومدن ایجاد کردن یه نفر دیدی دو چرخ سواری کرده باشه نه چرا چون اصلا قرار نیست الان انجام بشه این فضا به وجود آمده است برای اینکه وقتی تغییر ریل قدرت انجام شد دولت جدید اومد روی کار اون شبکه‌ای که ایجاد کردن از بانوان که بیاد رو بحث دو شخص سواری بانوان کار بکنه رو بحث موتور سواری بانوان کار بکنه اون اینجا وارد میدان بشه بعد بیان بگم که آقا یک فضای هست در جامعه ما برای دو شخص سواری به وجودش آوردیم بستره رو فراهمش کردیم خانم های هم هستن مطالبه شده دارن این دولت انقلابی مخالفه ببین اصلا دقت بکنید یه لسه بحث من خوب یابد بودن دو شخص سواری بانوان نیستا بحث من خوب یابد بودن موتور سواری بانوان نیستا میگم بستر به وجود آوردن برای سوء استفاده از این کار برای اینکه به بهانه این دو قطبی سیاسی را بندازن مزدوران هم در خارج از کشور اونجا کار رسانیش انجام میده بهره برداری میکنه از ظرفیت جریان برانداز برای همین داستان میشناسید در جریانش هم هستید حرفم یه مقدار مبهمه درست سه مثال براتون میزنم عکس روی جلد روزنامه همشهری نگاه بکنید روزنامه اصلاح طلب همشهری دقیقا فضا داره به همین سم یعنی دارن کشور شما را میبرند به سمت دو قطبی های اجتماعی شما اخیرا دیدید که آقای رضای کیانیان از سلبریتی های نزدیک به آقای روحانی و حامی آقای روحانی ایشون اومد یک نامه نوشت درباره این طرح به رئیس مجلس خب در نامش داره چی میگه داره سوء استفاده میکند از ابهاماتی که بیرامون این طرح وجود داره این نامه رو در کنار این عکس روزنامه همشهری با تحلیل بکنید دارن فضا میبرن مثلا تو دو قطبی های اجتماعی هیچ راهکاری ندارن برای بازگشت به قدرت هیچ ایده ای ندارم برای که قدرت رو پس بگیرن هیچ ایده ای برای به چالش کشیدن دولتی که آمده از سلاش بکند این تصویر سیدبان رئیسی بلند شده رفته دیداری انجام داده با کودکان کار آی روحانی شما توضیح بدین آخرین باری که کودکان فامیلتون رو دیدید کی بوده خب این رئیس جمهور منتخبه هنوز رئیس جمهور نشده بلند شده رفته دیداری این ها و این براش اولویته منظورم چیه یه همچین دولتی وقتی سر کار تو اگر میخوای به چالش بکشیش باید دو قطبی اجتماعی را بندازی دو قطبی رو پیرامون آزادی های اجتماعی این استاتی که آیه رزاکیانیان زده این استاتی که روزمی همشهری زده و این بحثی که ایران به وجود میارن که اینترنت قرار کره شمالی بشود همش در همین راسته من اصلا نمیخوام بس سیانت از کاربن که شما ازش دفاع بکنم چند بار تاکید کردم اگر بهترین طرح روی زمین هم باشد شما بهترین طرح روی زمین رو به بدترین شکل ممکن مطرحش کردی در بدترین زمان ممکن در شرایطی که مردم بر این باورن که اصلا اولویتشون نیست پس نگاه من است به این طرف مشخص دیگه ولی سوء استفاده اینها واسه هست یه مثال میزنم آقای رضا کیانی خودش چند بار در دولت آقای روحانی اعتراض کرده به آقای روحانی ما یه بار هم شاهد نیستیم رضا کیانیانی که دیگه رسما به عنوان سرجهاز جناح چپ شناخته میشه در سینمای ایران دیگه این تصویر آزادی آقای مصطفی تاجزاده هست به محض اینکه مصطفی تاج از زندان آزاد شد چند نفر اومدن دیدارشون که برادر حسن روحانی بود که در همین دیدار حضور داشتی که آقای رضا کیانیان بود آقای محمد علی بود معاون پارلمانی و مشاور آقای خاتمی و چهرهایی از این دست شما رضا کیانیان رو در شرایط بسیار حساس و خاص در کنار جناح چپ میبینید و هیچ موقع شما در دولت آقای روحانی یک اعتراض بجا از ایشون ندیدید اونجایی که مردم کارد به استخونشون رسیده و شما یک اعتراض از ایشون نمیبینید این فضایی که اینها به وجود آورده اند، یک فضایی هست برای دو قطبی های اجتماعی برای فراهم کردن دو قطبی های اجتماعی برای اینکه این دولت از الان بره به چالش کشیده بشه آتش بیار معرکه چه کسی هست من بدون تعارف میگم آتش بیار معرکه کسانی هستن که دارن در قامت بازی خراب کن ایفای نقش میکنن یه طرح خیلی خوب آوردن فرز محال داری میگیریم دیگه طرح نکات خوبی داره ابهاماتی هم داره یه طرح خوب آوردن در بدترین زمان ممکن و به بدترین شکل ممکن تو داری تو یک چیزی صحبت میکنی که لبنان به خاطرش به خلای قدرت رفته خب باید بیا قبلش جامعت رو آگاه بکنی باید قبلش بیرامونیش با جامعت صحبت کنی کاری که اینها انجام ندادن و اینها به نوعی در نقش مکمل اون جریانه دارن بازی میکنن دیگه که چیکار بکنی که بتونی دو قطبی های اجتماعی ایجاد بکنه در خصوص خودتر ابهاماتی وجود داره من یه مثال دیدم آیه علیرضا پورمسعود در کانال تلگرامش این قضیه پرداخته بود کاربران مختلفی هم به از ایشون این قضیه پرداخته بودن و اونم اشاره بود به بحث های مومن نسب یک چهره کارشناس در حوزه شبکه های اجتماعی که اومده بود از این طرح دفاع کرده بود حالا به مومن نسب چیه آیا مومن نسب شما احتمالا یک کلیپی رو تو ذهنتون هست یک کارشناسی که اومد در تلویزیون ایران و درباره شبکه های اجتماعی صحبت کرد یه حرفی زد که اون حرف تو ذهن شما مونده اون جمله رو من دقیق الان تو زنم اگر شما نگم حاملگی با دو گیگ اینترنت رایگان یادتونه این جمله بود که آی مومن اونجا گفت و خیلی هم سر و کرد خیلی هم سوژه شد حالا کاربرهایی که اومدن به این قضیه پرداختن میگن چرا یک کاراکتر مثل آقای مومن اومده داره از این طرح دفاع میکنه و به نوعی اصلا کارشناسه کی طرح نوشتن کیا ان نکنه اینا پشت کردن این من حرفم چیز دیگه‌یه من میگم دغدغه آقای و امثال چیه بر اساس اون چیزی که من فهمیدم در دقیقه اینها این هست که شما یک فضای مجازی سالم داشته باشی اوکی من به این اینها احترام میذارم و دقیقه اینها برای من و شما هم قابل احترامه دمتون, هم دمتون هم گرم دقیقه خوبی هم دارید هر چند حرفایی که دارید میذارید حرفی قابل تعملیه. من حرفم از اون کسانی که این طرح نوشه اینه اوکی شما رفتید با کارشانس صحبت کردین که از این جنس هستن از جنس های هستن چرا با بقیه کارشناسا صحبت نکردین بقیه ای کسانی که در شبکه اجتماعی هستن فعالن در شبکه اجتماعی و دارن استفاده میکنن اونها ایده نداشتن نمیشد از اونها استفاده بکنین حالا من که به شخص اگر یه نفر بهم بگه در مجلس یا در بین سیاست بیا بگه بیاد بگه که بیا بشینیم یه کار کارشناسی انجام بدیم درباره یک موضوع من نه وقتشو دارم نه تمایلشو دارم که خب نزدیک بشم این چهره ها و در ها باشم اما هستن در بین افراد دیگه در بین چهره که فعال شبکه اجتماعی کارشناس هایی که اونها هم حرفایی برای گفتن دارن چرا از ظرفیت اینها استفاده نشده و اگر از ظرفیتشون استفاده شده بیای توضیح بدید این تر کیا نوشتن یه تری اومده یه سری کارشانس گمنام پشتشن معلوم نیست کیا پشت این داستانن یعنی هیچ کس گردن نمیگیره و ابهاماتی درش وجود داره جامعه ما را ملتهب کرده یعنی هزینه ساز شده از الان برای دولتی که دولت رئیس جمهور منتخبش داره توضیح میده که آقا من مردمیام رفتارش هم مردمیه ولی طرحه داره پاسگول میده به اون کسانی که القا میکردن که اینها اومدن دیوار بکشن و چالش به وجود بیارن جمع میکنیم بحث رو با نکته. آیا این طرح میتونه منجر بشه به اینکه پیام رسان های شبکه های اجتماعی به ما پاسخگو بشن مثلا اینستاگرام به اون پاسخگو بشه بیاد در کشور اون دفتر بزنه تلگرام پاسخگو بشه یوتیوب پاسخگو بشه من بهتون به طور ساده توضیح میدم شما یک پیام میدید به اینستاگرام فصل من اینستاگرام پیام میدید میگی که فلانی از فردا بیاد داخل جامعه ایران دفتر تو بزن و الا ما ممکنه به صورت جدی بود برخورد بکنیم من میرم می یه دو تا چهار تا میکنم میگم که به رفقای خودم میگم میگم بچه‌ها بررسی بکنید ببینید که ما در داخل جامعه ایران چند میلیون کاربر داریم بعد دوستان من بررسی میکنن میگن که ما در داخل جامعه ایران یه چیزی حدود 5 میلیون کاربر داریم در اینستاگرام بعد من میگم که دولت ایران من با شما همکاری نمیکنم کنم داخل ایران نمیخوام دفتر بزنم شما میگی دفتر نمیزنی میگم نه نه خب فیلترش بکنیم میگم اوکی فیلتر کن ببین مردم بود برخورد میکنن یا نه 50 میلیون آدم در داخل بستر من داری مثل داستان واتساپ لبنان که براتون توضیح دادم برو فیلتر کن ببینم مردم بود برخورد میکنن یا نه دقت کنین چه شد این آرزویی که شما دارید که آنها به شما پاسخگو باشن آرزوی خوبیه ولی از طریق این طرحه محقق نمیشه چرا محقق نمیشه چون فضای مجازی شما اشغال شده شما اول باید بپذیری که فضای مجازی به طور کامل اشغال شده بعد بری راهکارهایی پیدا بکنی که بتونی این رو از اشغال درش بیاری بعضی ممکنه من این که خب ترکیه پس چی من تو مثال میزنم ترکیه فرانسه هند اینا کشورهایی هستن که شبکه اجتماعی داخل اونها دفتر دارن فرانسه که اصلا برای اونها جریمه نقدی هم در یک مورد تعیین کرده و جریمه هم گرفته ظاهرا از گوگل این داخل اون کشاره دفتر دارن ولی اول بسترشون رو تحویل دادن بعد دفتر زدن یعنی اینجوری بهتون بگم اینا اول اومدن گفتن آقا یک بستری در کشور ما هست مردم ما هستن چند میلیون نفرن اگه میخواید در شبکه اجتماعی باشن باید اینجا دفتر داشته باشی حالا داستانی که در ایران اتفاق داره میفته برعکسه این تصویری که مشاهده می‌کنید آقای روحانی هست آخرین جلسه ای هست که اینها در حوزه ارتباطات داشتن داره تقدیر میکنه نه از آقای جهرومی از آقای واعظی و آقای جهرومی آقای واعظی وزیر ارتباطات اولشون بوده جواد جهرومی هم وزیر توتت دومشون بوده اینها یک مسیر رو با هم اومدن فضای مجازی ایران در این 8 سال اشغال شد شما اگر میخوای فضای مجازی رو آزاد بکنی اگر میخوای کاربرهای به نوعی مدیران شبکه اجتماعی رو نسبت به خود پاسخگو بکنی اول باید بپذیری که اینها کمک کردن این آقایان کمک کردن فضای شبکه های اجتماعی کشور اشغال شد حالا می بررسی بکنم این, این فضا چطور میخوام از اشغال خارجش بکنم پس اون طریقی که شما دارین طرح خوبیه ابهام پیرامون زیاد این ابهامات رو باید اول میافتی بررسی میکردی حلش میکردی بعد میمادی طرح تو عمومی میکردی یا از اول با مردم در میون میذاشی مردم من میخوام یه همچین طرحی رو بررسی بکنم کلی کشور که همین 2300 تا نماینده و رفیق رفیق رفقای دورشون که نیستن که مردم 80 میلیون نفرن همه رو می آوردی می آقا من میخوام یک طرحی بررسی بکنم این طرح میخوام به این چیزا توش برسم هر کسی ایده ای داره بیاد بشینیم صحبت بکنیم بهتر نبود موثرتر نبود اثرگذاریش بیشتر نبود فکر میکنم اینجا از این نقد هست به کسانی که پیرامون این طرح وقت گذاشتن تلاش کردن و به نوعی خواستن کار موثر انجام بدن باز یادآوری میکنم اون دغدغه های کلی قشنگی، های ولی برید بررسی بکنید چقدرش از طریق میتونه محقق بشه و آیا میتونه افراد رو و مدیران شبکه شما رو پاسخگو کنه نسبت به ایران کاری بکنه که بیان داخل ایران دفتر بزنن پاسخم رو گفتم فضای مجازی شما اشغال شده اونها نگرانی ندارن از اینکه شما فیلترش بکنی اون میگه 5 میلیون ایرانی اینجا هستن فیلتر کن خود اینها پاسکو خود اینها نسبت به شما واکنششون نشون خواهند داد و حرفش منطقیه چرا منطقیه چون فضای مجازی کشور اشغال شده پس از این طریق نمیشه این راه رو پیش برد باید مفصلتر ویژتر و دقیقتر بررسی کرد ببینیم که اون راهی که میخوایم از طریقش این کارو بکنیم چی هست من هم مثل دوستانی که هم این نشون دغدغم همین هست که فضای مجازی ما نباید اشغال بشه ما باید استقلالمون رو داشته باشیم در داخل شبکه شما نباید فضا به با شکل باشه که ما اجازه نداریم اسم بعضی از چهره ملی خودمون رو بیاریم عکسشون رو منتشر بکنیم نه این فضا باید جمع بشه ولی راهکار این چیزی نیست که من داخل اینتر دیدم زمینه که یادآوری میکنم نقاط مثبتی هم داره ولی این ابهامات به طور ویژه باید بررسی بشه و برطرف بشه و یک چیز رو نماینده هم باید یاد بگیرن کاری نکنید که اون کسانی که میخوان دو قطبی های اجتماعی راه بندازن و میخوان سوء استفاده بکنن بستر براشون فراهم بشه این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم یه یعنی نکته جا داره یادآوری بکنم بعضی ممکنه میگن که آقا نکنه مثلا تو خود از این بابت که در یوتیوب هستی یا اینستاگرام هستی در تلگرام هستی از این بابت نگرانی که آقا نکنه محدودیت پیش بیاد من بدون تعارف یه رو بهتون میگم ما صدای خودمون رو با کبوتر نامه برهم شده به شما میتونیم برسونیم و اگر لازم باشه این رو اثبات خواهیم کرد من از ذوات خودم دغدغه‌ای ندارم اگر نکته را مطرح میکنم به خاطر این هست که احساس میکنم که یک تر ولو این که تر خوبی باشه رو به بدترین شکل ممکن آقایون در بدترین بازه زمانی مدن مطرحش کردن یه بخشی از چیزهایی که کاربرهای انقلابی دارن میگن کاملا منطقیه شما قرار بود شفافیت آراء نمایندگان رو به ما ارائه بدی ما نشسته بودیم شما قرار بود شفافیت آراء نمایندگان رو ما ارائه بدی کلی هم کار خوب انجام دادی توی مجلسه ولی ما به خودمون اومدیم در حالی که منتظر شفافیت بودیم داره بحث از سیانت کاروان شبکه اجتماعی مطرح میشه یه طرح مبهمی که نگرانی پیرامون زیاد بوده و این نگرانی ها اگر برطرف نشه این اپامات اگر پاسخ دادن باز بازم میگم ولو اینکه بهترین طرح رو هم روی میز گذاشته باشین افکار عمومی حق داره که تا نسبت به مسئله نگران باشه اون چیزی که رخ داد و این فضا که کشورم این چند روز به وجود ما تجربه خوبی هست نماینده ها از این تجربه میتونن یک درس رو یاد بگیرن و اون درس این هست کاری که قرار هست در کشور انجام بشه اگر مردم نسبت بهش کوربینی داشته باشن دیگرانی که بدخوا هستند میتونن بیان ازش سوء استفاده بکنن دروغ هایی رو در ذهن مردم مثل مثل, مثل اینترنت کره الان که مثلا همچین چیزی در هیچ کجا نمیتونه اتفاق بیفته میتونن دروغایی رو بسازن چرا چون شما فضایی رو به وجود که نسبت به وجود داره امیدوارم اینها رو نماینده های مجلس ما و کسانی که پیرامون این قضیه و قضایای مشابه دارن کار میکنن در برنامه‌هاشون در نظر داشته باشن خیلی سریع سر... تلاش کردم که در این ویدیو صحبت بکنم که کپسولی خلاصه و کامل همه مباحثی که پیرامون این رو به شما در میون بگذارم اگر نکته بود برای ما بفرستین من در مربوط به کامنت ها حتما خواهم خود. خیلی مخلصیم وقتتون بخیر